جسد زنی که بر اثر تجاوز جنسی گروهی در هند باعث خشم مردم آن کشور گردیده بود، امروز طی مراسم خاص مذهبی هندوان سوزانیده شد. با شرح بیشترین خبر در این گزارش توجه کنید. جسد این دختر 23 ساله دیروز از سنگاپور به خانه اش منتقل گردید. این دختر 23 ساله که هویت او نامعلوم است، از اثر این حمله و آسیب‌های شدید داخلی و مغزی در یک شفاخانه سنگاپور درگذشت. از 16 ماه دسامبر و از زمان حمله بر این دختر، دهلی جدید با اعتراضات و مظاهرات بزرگ تکان شدید خورده است. من به دلیل اینجا آمدم که نمیتوانیم خشونت را با خشونت از میان برداریم. این حادثه باید چشمهای ما را به این واقعیت روشن ساخته باشد که ما نیاز داریم اولاد خود را بهتر تربیه کنیم تا مردمان درست بارایند. در شهر ممبای، هنرمندان بالیوود نیز با بیرون آمدن به جاده ها حمایت خود را نشان دادند. این قضیه به اندازه کثیف است که از همچو افکار جنون‌آمیز من حیث یک مرد من احساس انزجار و تنفر می کنم. اما من احساس می کنم که مجازات اعدام نباید در اینجا صورت گیرد. لیکن زندگی مجرم باید به شدت جهنم با دشواری و مشقت همراه باشد. گزارش داده شده که این دختر با یک همسفر مرد در بس همراه بوده که 6 مرد با ضرب و شتم آنها را توسط میله آهنی از پا در آورده اند. پس از چندین بار تجاوز جنسی بالای این دختر، هر دو از وسیله نقلیه که در حال حرکت بوده به بیرون پرتاب شده اند. گزارش ها حاکی است که مرد همراه او جان سالم به در برده است. مظاهره کنندگان و عزاداران در پایتخت هند طی تظاهرات مسالمت آمیز خود در صبح امروز یکشنبه خواستار مساوات بیشتر و حفاظت دقیق تر زنان از خشونت جنسی شده اند. حزب عمده مخالف موسوم به بهارتیا جناتا خواستار برگزاری جلسه پارلمانی شده است. دولت مجبور خواهد بود که اطمینان حاصل کند که وقوع همچو واقعات و همچو جنایات بی‌رحمانه در جامعه اجازه دادن نشود. دولت باید در این قسمت جلسه خاص دایر کند. سخنگوی حزب کانگرس بی جی پی را برای استفاده از این مسئله در راه رسیدن به اهداف سیاسی خود سرزنش نموده گفت: دولت در حال حاضر کمیته را به منظور جلب یک گزارش در مورد این مسئله منصوب کرده است. مقامات هندی 6 مرد متهم به تجاوز و حمله به این زن را دستگیر کردند. پلیس می گوید این مردان ممکن است در صورتی که محکمه این اتهام را بر آنها ثابت سازد محکوم به مجازات اعدام گردند. لیلا ماهبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.